سلام، چطورین؟ امیدوارم که حالتون خوب باشه. بچه ها بیدار خوابه، مجبورم آروم صحبت کنم. امس کشیدم، بعد دارم میرم بیمارستان. بریم که بریم کشید داشته باشیم چون خیلی دوست داشتیم. حتما ویدیو رو لایک کنیم، کامنت بذاریم، بچه ها سلام کنیم، اینستاگرام بیاد اینجا اگه فالوش دارم لایک فالوش کنیم. بریم ببینیم چه خبره. حاضر استم بارستان برای مسئله هم نظرم تو پاکنه که برم مانی بود داشتم اینجا میگرفتم چه دیدی؟ بایی بچه اینجا پاویونه بعد من مسئله هم گذاشتم این تخت من این دیگه بش برم بخش نه میخوام برم مانی بود اشتا بود بریم که برسیم به مانی جالبه که روزایی که کشیدی من باید مثل روز عادی صبح تازه رو بیایی بیمارستان تو همه این داستان مورنینگ و کلاس و ران و اینه شرکت کنم حتی فردا برای کشیدی دارم هم دیگه طبعه ما مریضامون رو دیدی منتظر استاد چی شده؟ میگه ما باید بپیچونیم زنگ اینا به ما زنگ بزنه استاجه رو بپیچون شده واقعا امروز همه با هم کشیکیم امروز کشیکیم بعد صبح باید بیایم اینجا بخش همه کار رو انجام بدیم دوباره مریضا رو ببینیم و اینا ساعت دو هم باشیم دوباره بعد هم کشیک شد چه من دیگه الان هم کارمون انجام دادیم منتظر استاده چرفی نداریم من؟ چه امروز یه نوع آرگوسی سردی سرم سیستم آسانه میمیم ای بزا بیارو؟ نه بهت گفتم خیلی بهت میاد رنگ نود خیلی شیک قبول داری؟ پسترک رو نوشتن گول زنک کاشفش ریحانه بود یعنی من وسط صحبت جدی دوربین اتفرش میفه آره دوربینم کسی بود من خوش بگیرم زده آفتاب بیرنگم میخوام بگیرم ما راندم تمی شد نیزا دیدیم الان میخوام برمون کلاس بذارم برمون میخوام که کلاس تئوری میبخشم ساعت 11 کلاسم تموم شد تا ساعت 2 وقت دارم استراحت کنم دوباره بعد کشکم شروع میشه اینم محتویات کلاسم نگه راجع به کبد چرب و اون چیزا من اومدم پاویون یوتیوب استراحت کنم اینم تختمه همه چی آوردم با خودم دیگه در کلی وسیله آوردم کتاب آوردم کابوستان بردم همه چی آوردم بشنم کار من انجام بدم من میکوشو میخوام استوری بذارم و کار موبایلی من انجام بدم نیروز بگشم بشنم بعدش دیگه آماده بشم الان ساعت 5:30 بعد از ظهر و من ساعت 2 که اومدم حتی وقت نگرم گوشی مدستم بگیرم و یه سر داشتم مریض میدیدم الان یه کوچولو خلوت شدیم و همطور که میبینید صدای جیغ و داد بچه هم پشته الان وقتی هم تازه کوچولو گوش بگیرم دستم خیلی از خواب خسته کننده است واقعا خسته کننده است یه عده بچه که همش جیغ و داد میکنن مریضن پدر مادر رو استرس دارم خیلی تشنم بود دیگه دوستم اصلا آب گرفته هر دیگه وقت نمیکنم حتی خودم برم از بوفه بیرون آب بگیرم دیگه تا ساعت 8 باید اینجا باشم امیدوارم که به خوبی و خوشی بگذره و تموم بشه و کچکی خوب باشه برم و فردا به مونی نخوره و همه چی خیلی خوب باشه دیگه من دعا کنم دلم میخواد الان برم لباسامو درارم تخت دراز بکشم صدا جیغ بچه نباشه مخی امکان میشه نات استفراغ نداشته اصحال نداشته سلام ساعت 8 نه ببخشید 7 بعد از ظهر
من الان اومدم یک کوچولو دم در اورژانس بشینم به اینترنت بستم، چون که داخل اورژانس اینترنت نداریم. یه خبر خوب دیدم که یوتیوبمون یک کاری شد، یعنی تنها خبری که میتونست خستگی اورژانس از تن من در بیاره واقعا همین بود. خیلی خوشحال شدم. طبعاً یه 6 ماهی هست که دارم برای این قضیه تلاش میکنم و خیلی واقعا خوب بود، خیلی خوشحال شدم. باید دوباره برگرم اورژانس تا ساعت 8. طبعاً تا الان 20 تا مریض اومد و تا 8 هم بایستم یه کار رو انجام بدیم، چیزی نمونه. 8 دیگه تموم میشه، میرم تا فردا صبح که بیام مورنینگ. کشکه اطفال خیلی دوستم، اکثر بچه با تب و اسهال و استفراغ میان و مثلا اینا. خب دیگه من همه کارم انجام دادم، خیالم راحته که 8 برم دیگه هیچ کاری ندارم مثلا انجام دادم، دیگه میتونم برم به کار شخصیم برسم و اینا همه رو انجام بدم. فقط نیم ساعت دیگه مونده تا کشکم تموم بشه. زمان نمیگذره بچه ها، میخوام خیلی فرار کنم. این برای رفلکس عصبی ترخیص میشن یا خودشون رضایت میدن، باید یه خلاصه پرونده برشون خودکارم خلاصه پرونده برشون بنویسیم که بدونن که چیکار شده و چه اتفاقایی برشون جا افتاده و اینا. برای همین بنویسیم که اینا رو یاد گرفتیم. اینا مریضایی که دیدیم باید دونه دونه اینجوری اطلاعاتشون رو بنویسیم در فردا. ساعت 8:10 هوا تاریک شده و شیفت رو تحویل دادم و بالاخره آف شدم و دارم میرم سمت پاویون یه غذا استی بخورم آماده بشم برای فردا. بچه ها خسته شدم، خیلی کمرم درد میکنه. بعد میدونی بعدی اطفال چیه اینه که مام بابا خیلی آجیتن، خیلی عصبانی، بچه هم داره میمیره در صورت که مثلا داریم کار همه رو دونه دونه انجام میدیم. آینا آره داشتم میگفتم که مام بابا خیلی مضطربن، خب حق هم دارن دیگه بچه شونه، ولی خب مثلا خیلی همش نگرانن آینا. بعد اورژانس هم که میترکه، بعد هی دعوا میکنن و چرا سر اون بچه هم نمیاد، چه فلم چوچه برمان شد. خیلی خستم، لبام دیگه خشکه. آور کن بچه ها، وسایلمو جمع کردم از پاویون. خدافظ، برم سمت خونه تا فردا صبح. کشیک تمام، سومین کشیک از 5 تا کشیک اطفال در ماه به پایان رسید. هشنگی فردا مورنینگم هنوز هست و هنوز چیز تم نشده. برای خب همین که میخوام برم سمت خونه چیشه خب برم سمت خونه واقعا برام خوشاینده و برم یه ذر فرش بشم، یه جوش بگم و دوشم مثل فردا. انرژی رو، سطح انرژی رو، تفاوتش رو ببینیم. از وقتی که پوستم برنز کردم یه کرم پودر خودم به خودم نمیخورد، چقدر بده این
گرفتم، یکی دیگه خریدم. ساعت 5 صبح من برگشتم بیمارستان بخاطر اینکه قراره که مریضامون آماده بکنیم، راجع به چند تاش استر درست بکنیم و نه حالا ازت فاز هم میخوره من به خاطر همین کارای مسخره شد. مورنینگ تام خوب به خوبی و خوشی و سلامتی. حالا از روتین باید بریم مریضامون بدیم. استرس میگیرم بچه ها بعد دیگه الان باید بریم دوباره مریضارو بگیریم مثل همیشه که صبح تا ظهر هستیم اینا، بعدش دیگه برگردیم بریم خونه. یک پست کشی که بدبخت که یک صد میشنم ست از سلال درست من رو ست درست نهایده استادم به کار نایمد بریم مریضارو ببینیم مثل همیشه. والا بس خب من خوابیدم، این بیچاره نخوابیده، استوریام درست نکرده، مریضش هم مورنینگ نشود. استوری کردم. آه استوری کردم بخش. اشتباه شد. خیلی آفتابه، ساعت 12 ظهر. کارای بخشم تموم شد، اینجا هم بالکن پاویونه و بالاخره دارم میرم خونه. به عنوان کسی که کشید نیستم و میتونم با خیال راحت استراحت کنم. دیشب من اومدم خونه خوابیدم، بعد یهو 5 صبح خودم خود به خود از خواب پریدم، بعد گوشمو چک کردم، بچه‌ها بهم اسمس دادن که یکی از مریضای تو باید اسلایدشو آماده کنی، شاید تو مورنینگ فردا ارائه بشه. هیچی دیگه، من 5 صبح خواب شدم، بودو بودو آماده شدم، اومدم بیمارستان اسلایدام درست کردم، دوباره رفتم مریضو چک کردم، آزمایشو جدیدش همه کارش انجام دادم، ولی خب خوشبختانه مریض من ارائه نشد. همیشه خوششانسم همیشه. بعد هیچی دیگه، الان دوباره ویزیت کردیم و دیگه الان میتونم برم خونه و کارامو انجام بدم. امیدوارم که از این ویدیو خوشتون اومده باشه. مرسی که تا اینجا ویدیو همراه من بودین. تا ویدیو بعدی خدافظ. آه راستی حتما لایک کنین، کامنت بذارین و کانال سابسکرایب کنین. بچه من با این حجم از خستگی پست کشیک نخوابیدن دارم براتون ویدیو میگیرم. خدافظ.